ویدیوی پنج در مورد افعال میخواییم سوالی و منفی کردن زمان گذشته ساده رو نگاه بکنیم. Simple past tense. Simple past tense زمان گذشته ساده ببخشید. از حرف اضافی did استفاده میکنیم برای سوالی کردن. ببینید خط یک رو ببینید. میگه you walked to school every day. خب بخوام اینو سوالی بکنیم دیدو میذاریم اول جمله، میگیم did you walk. ببینید ایدی فعل افتاد، میگی did you walk to school every day. پس برای سوالی کردن زمان حال ساده فرقی نداره فاعلتون چیه، دیدو میذارید اول جمله، فعلتون هم برمیگرده به زمان حال ساده. مثلا خط دو He walked to school every day. برای سوالی کردنش دیدو گذاشتم اول جمله، بعد میگم Did he walk. ببینید ایدی دو مرتبه افتاد. Did he walk to school every day. خب این هم که معلومه که علامت سوالی باید بذاریم دیگه اینجا. پس این برای سوالی کردنه. خب برمیگردیم جمله دو مرتبه یک رو نگاه کنید. You walk to school every day. تو هر روز به مدرسه پیاده میرفتی. حالا اینو بخوایم منفی بکنیم چیکار میکنیم؟ برای منفی کردن زمان گذشته ساده از did not استفاده میکنید. Did not چیکار میکنید؟ میارید did not رو میذارید اینجا قبل از فعل. خب میگه did not، بعد این walked ایدیش میفته، یعنی فعل برمیگرده زمان حال ساده. پس میشه you did not walk to school every day. You did not walk to school every day. بعد did not هم میتونید خلاصه بکنید به didn't. Didn't. خب جمله دوم هم ببینید هیه. گفتیم تو زمان گذشته ساده فرقی نمیکنه هی باشه، شی باشه، وی باشه، یو باشه، باز از دید و دید نات استفاده میکنید برای منفی کردن. پس اینو بخوایم منفی بکنیم، میام اینجا قبل از فعلم یه دید نات میذارم یا didn't خلاصش، بعد فعلم هم ایدیش میفته میره زمان حال ساده. پس میشه He didn't walk to school every day. پسره هر روز پیاده نرفت مدرسه. He didn't walk to school every day. پس یادتون باشه تو زمان گذشته ساده وقتی جملتون سوالی یا منفی شد فعلتون برمیگرده به زمان اولش، یعنی زمان حالش.